درست مثل همون موقع که سپاهیان اسلام طور قتل عام میکردن و شهرات آتیش میزدن، اونا دلشون بالده میسوخ. حالا دلشون میسوزه با فرمانده و آخوند آیت الله خودشون رو که سید نیست میکشن. اونا که سید نیستن مثل روحانی نوکری ازشون میگیرن، مثل لاریجانی یا اینا که خودشون تو باندن ولی باز تو سید نیستن. نمیخوام اینطور بگم، اینا نوکری میگیرن، شیر اینا رو میدوشن تا سر به زنگا میشه، یک اردنگی محکم میزن به ماتت اینا. تو لاریجانی هستی، تو روحانی هستی، 8 سال چی 40 سال خدمت کردی، برو بچه. تازه قبل هم که تو رو نگه داشتیم چون بچه تو زده بودی کشته بودی، خب نشون داده بود که مثل این که میدونید توی مافیا چجوره. توی مافیا وقتی که میخوان یکی سیر بریدن خیلی مهمه، تا هم نمیخوان به جایی دوستش هم که تو اون بانده رقیب روبروی هفته میدن میگن بزن تو مخش، تو باید بزنی تو مخ رفیقت بکشی. همین کار اول انقلاب کردن، من اسم الان نمیارم، ولی اول انقلاب خیلی که میبینن زنده موندن توابین، این بچه های جوانهایی که زدن کشتن الان 30 خوردادم که بیاد روز قتل عام دیگر است که سال 60 قتل عام کردن، روز جانبازان آریایی است، اینها تیر خلاصی زدن اومدن بیرون. خیلی اینا مجاهد خلق بودن، چه بودن زندان بودن، رفیقاشون رو کشتن، اینا رفیقای خودشون رو تیر خلاصی زد، یه رو حال اومد بیرون، حال رفته بالا، همشون هم پست گرفتن بالا. این مافیا اینجوریه. یعنی تو اگه توی تشکیلات سیدها و تازیان نیستی، اما مثل فیدی، مثل روحانی، مثل اینا ازت بهره میکشن، آخر یه اردنگ تو ما تحتت. همین تایید صلاحیت ها نشون داد. آقا یارو تو رئیس جمهوری، شناسنامه هم عوض کردی که بگیم هم آقا دو تا بابا داشته، یهودی نیستیم و فلان اینا، میزنه اردنگ خامنه ای سید تو میندازه که تشکیلات ولایت فقیه. شما وکیل رئیس مجلس بودی، او رئیس مجلس بوده، سالها قدرت با همه رو اردنگ میزنه میره. نمیدونم سپاه از سعید محمدشون ترسیدن، گفتم اون هفته بهتون پیش از این اینا ردش بکنن اینا، که من بهتون گفتم که سعید محمد تو مجلس خبرگان خواستنش، سعید محمد تو شورای نگهبان خواستن، پیش از این که اسم اعلام کنم گفتن تو سیاوش عوستر میشناسی؟ گفت آقا شما هم که میشناسینش که. گفت تو چطور؟ گفت تو خب الان اسمش میاری یعنی میشناسیش. ما همجوری که شما میشناسی. گفت نه، این اومده تبلیغ تو رو کرده. کجا تبلیغ ما رو کرده آقا؟ تو تلویزیون اسرائیل. که آقا ما این رو ما ندیدیم، قربونت برم. بعد همون که در مورد نجمت الخلیج الفارس، من یک گزارش سال پیش رفتم تو تلویزیون اسرائیل، این پالایشگاه ستاره خلیج فارس رو گفته، اینجوری گفته بابی که اینجا ما رو میزنیم، یه کار مال شاه بوده ما انجام دادیم. میگه نه اینجوری. میگه آقا ما رد کنی رد کنی بابا، بهانه نگیرید، ما میخوان رد میکنه رد کنی سعید محمد. چون ما گفتیم نظامی ها بیان فلان اینا، اینا فکر کرده بودن سید محمد هم مثل بقیه که ما پیش بینی کردیم. بقیه وقتی رفسنجانی رفت کنار، خاتمی اومد، اصلا خودش خبر نداشت. من تو روزنامه های نیمروز کیهان نوشتم، تو کیهان خودمون نوشتم، تو رادیومون هم گفتم که این خاتمی رئیس جمهور میشه. وقتی ما خواستیم خودمون بریم راه ندادن، وقتی خواهش کردم خانم رجوی، خانم شعبانوی عزیز اینا برای آزادی ایران پاشیم این کارو بکنیم فلان، حالا وقتی نشد من گفتم این خاتمی و میشه و شد. خودش قصه ای داره اینا. بعد یارو احمدی نژاد شهردار بود تو تهران، به زبان فرانسه مقاله نوشتم، فارسیش هم نوشتیم، تو رشتهمون هست، یعنی بزنید irshad.com هست. قبل انتخابات گفتیم رئیس جمهور شهردار، از شهردی میتونی رئیس جمهور. روحانی هم مشخصا همینطور. اینا گفتن این سعید رو میخواد باز سیاوش عوستا رئیس جمهورش کنه. من بعد سعید اون دیقار که وزیر دفاعشون بوده مردنگی داره، دیقار وزیر دفاعشون بود. آقا خودشون خودشون رو قبول ندارن، خودش خانوادهشون ضد هم دیگه. من شاهد بودم که همین آقای خامنه‌ای زده تو گوش برادرش هادی. من خواهر آقای خامنه‌ای سرکار خانم بدری، درود دارم بهشون، بانوی شجاع و آزاده، ایشون خودش با من مصاحبه کرد وقتی عراق تبعید بود، فرار کرده بود با شوهرشون. ایشون با من مصاحبه کرد، نوارشم پخش کردم، بارها دیدید. نمیخوام اینو بعد دیگه بگم. گفت
آره به من خبر رسیده که برادر من جزء شکنجه‌گراست. هادی رو میگفت از نه هادی که الان میگه من مخالف داشت، نمیگه من مخالف داشتم، میگه داشتم دیگه من رام نمیده هادی. خب من خودم تو مشهد تو تظاهرات میان دیدم اونم گرفت کتک زد آوردن گرفت. اما خانوادش باش مخالف نه خواهرش بدری خانم چقدر حالا نسل جدیدشون بچه های بدری خانم بچه های بدری خانم مخالف شدن بچه های دیگه آره یکیشون اونم کی یه دختر بچه موقع من میشناختمش 9 سالش بود حالا بزرگ شدی فریده خانم آقا این بچه هست بچه بود داییشه مخالف داییشه بنیانگذار کمیته لگام در ایران هست ضد اعدام. من تعجب کردم من بارها بودی پیام هایی به این نام میدیدم میگفتم نه این فریده نمیتونه اون فریده باشه اصلا غیر ممکنه. آقا بعد دیدیم در رابطه با کمیته دفاع زندانیان و حقوق بشر باز فریده هست تا اینکه خدا بیامرز آقای ملکی اینا یه روز با هم صحبت میکردیم آقای نوریزاد که بنده خدا زندان هست و اینا دیدیم یه جایی گفتن اینا رفته بودن یه ملاقاتی طفلی که میخواستن اعدامش کنن اینا بعد اینا رو بازداشت کردن اینا توش فریده هم بوده. من بینا گفتیم فریده گفتن آره بابا همونی. بعد وقتی که شما الان توییت های این خانم رو میرید میبینید توییت های این خانمی که شما میرید میبینید آقا تو خارج از کشور افرادی رو من میشناسم فقط به خاطری که زنش میره ایران میاد میترسه اصلا از این حرفا بزنه از بغل کسی که این حرفا رو بزنه دختر اونجا میزنه زندانیش هم میگشه بازداشتش هم میکنن شجاعت آقا آقا. بعد از اون برای پسر داییش رهبر انتخاب میکنه رئیس جمهور انتخاب میکنه الان 10 سال خورده 15 سالی که مجتبی خامنه‌ای در ایران رو میگردونه روی همه موارد هم باباش یه ذهنیتی همه آدم های باباش نابود کرده تا حالا و میکنه چون میخواد یک نسل جوان بیاره تو کار. این بدری خانومی که عرض میکردم خواهر سیدری و مادر این فریده خانوم ای از همه قدیم شجاع بود. من یادم همون روزای نخست انقلاب بود و من در دانشکده پزشکی مشهد در دانشکده پزشکی مراسم خیلی گذاشتم اوائل از همون اول ما شروع کردیم اینا رو انگولک میکردیم از روز اول بچه‌ای که عمرشون قد بده یادشون میاد سخنرانی مهم میذاشتیم با مشتهد شبستری که الان زنده است آقای لاهوتی که کشتنش علی تهرانی استاد زنده است حمله کردن به اونجا طاهر احمدزاده و حسین خمینی و از جمله ما سخنرانی دیگه گذاشته بودیم در دانشکده پزشکی برای آقای تهرانی یعنی شوهر خانم بدری و ایشون چون موقع عضو خبرگان اونا و تهران اونا بود نتونست برسه بعد من رفتیم خونه دیدیم نیومده از تهران بعد خانمش گفت اب نداره بیا من میام که خودم بگم اونجا که فکر نکنن تو دروغ میگی باش دیل نکرده بودی برای حفظ آبروی تو من خودم میام اونجا صحبت کنم خدا این شما میاد دانشگاهی گفت بله آقا سلام باشون گفتم خانم رو درود دارم بهش خیلی کار قشنگ کرد بعد ما رسیدیم دانشگاهی پزشکی مشهد چند ماه از انقلاب گذشته بود اپوزیسیون هم ما بودیم همه این هم اپوزیسیون صحبت میکردن بعد اون اولین کسی بود آقای تهرانی که گفت خمینی جلاد ستمکار گفت آقا نکش گفت به خواهی من خودم دیگه گفت آقا نکش دیوانه ای تو گربه رو میکشی یا آدم ها رو میکشی خندید گفت بابا این عرب باید اسب سوار شیم از این حرفا حالا بگذاریم ما رسیدیم جلو دانشکده پزشکی سیل جمعیت انبوه جمعیت همه هم بیشترشان مرد بودن دیگه پسرها ما گفتیم حالا ما چجوری توی آدم ها بریم خانم ها ببریم پشت تریبون گفتیم خانم برگردیم گفت چرا گفتم نمیشه شما را راوا بکنیم ببریم گفت بیا تو پشت سر من بیا میریم من تعجب کردم اینا که میگن دست نامحرم به ما نخوره فلان چه چقدر شجاع واقعا گرد آفریده آقا ما رفتیم جلو گفتیم بچه‌ها راوا کنین را به زور ما میکردن یعنی تو جمعیت ایشون رفت تو که ما پشت سر رفتم تو و بعد رفت پشت تریبون دانشکده پزشکی و عذرخواهی کرد که شوهرش نرسیده و از من تشکر کرد و اینا حالا دخترش
هرمزچید ها پنجشنبه ها ساعت 15 و ناهیدچید ها جمعه ها ساعت 14 به هنگام پاریس برنامه های سیاوش اوستا را از ماهواره تلویزیون جهانی پارس در سراسر دنیا ببینید و یاران را خبر کنید. در آرشیو یوتیوب ببینید youtube.com/mehrtv